گفتنی ها کم نیست من و تو کم گفتی رادیو چکاوک رادیوی شما از شما و برای شما با درودی دوباره به شما عزیزان 11 اسفند 1399 برابر با اول مارس 2021 ادامه کتاب پاسخ به فرصت طلبان در مورد مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک از رفیق حمید مومنی پنج حزب و چریک به کتاب رفیق احمدزاده ایراد میگیرند که ضرورت حزب طبقه کارگر را به عنوان پیشوهنگ انقلاب انکار کرده است بعد هم به جای اینکه به گفته های خود رفیق در این باره توجه کنند و به محتوای حرفهای او بیاندیشند یک راست به سراغ دبره می روند و انتقاد از کتاب رفیق را با انتقاد از نظریات دبره در هم آمیزند در اینجا ما اصلا به این موضوع نمیپردازیم که آیا نظریات دبره در مورد حزب و چریک درست است یا غلط و تا چه اندازه درست و یا غلط است مسئله اصلی در اینجا برای ما این است که رفیق احمدزاده ضرورت حزب را پذیرفته است و میگوید ما یقین داریم که برای تامین هژمونی پرولتاریا و اتحاد گروهها و سازمانهای پرولتری در یک حزب واحد ضروری خواهد بود اما این مسئله اینکه به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نیست با علم به اینکه مطرح خواهد شد ما به موقع و در پروسه اتحاد خلق به دو این سازمان ها حزب واحد طبقه کارگر را تشکیل خواهیم داد اما اینکه بگذار مبارزه مسلحانه آغاز شود و در جای دیگر رفیق احمدزاده میگوید اینک مبارزه مسلحانه به صورت یک مسئله مشخص مطرح است و ضرورت ایجاد حزب را به طور کلی میپذیریم اما مخالفان ما در این گفته رفیق تعمق نکردند و در نتیجه عبارت مسئله مشخص را به طور سطحی درک کردند آنها به جای اینکه به منظور رفیق از عبارت مسئله مشخص توجه کنند رفتن و معنای کلمه مشخص را از روی فرهنگ لغت نگاه کردند یک دسته از مارسیس لینیس ایرانی مقیم خارج در این باره می نویسند که مسئله تشکیل حزب باید از همان آغاز به طور مشخص برای ما مطرح باشد و بعد یادآور می شوند که حتی برای پلخانوف در زمانی که گروه آزادی کار خود را برای تبلیغ و ترویج مارسیسم در روسیه تشکیل داد مسئله تشکیل حزب به طور مشخص مطرح بود در جواب اینان باید بگوییم که اگر منظورتان از به طور مشخص این است که میگویند در این صورت برای ما هم ضرورت تشکیل حزب به طور مشخص مطرح است یعنی برای ما هم از هم اکنون مشخص و معلوم است که حزب طبقه کارگر باید تشکیل شود و مبارزات توده ها را رهبری کند در اینجا کلمه مشخص به معنای معین معلوم و تمیز داده شده به کار رفته است و منظور از به طور مشخص مطرح است این است که ضرورت تشکیل حزب به طور کلی مشخص است آری ما همین حرف را قبول داریم که ضرورت تشکیل حزب به طور مشخص برای ما مطرح است و این را قوانین عام تاریخ به ما میگویند اما منظور رفیق احمدزاده از مسئله مشخص چیز دیگری است او نمیخواهد بگوید که ضرورت حزب به طور مشخص برای ما مطرح نیست بلکه میخواهد بگوید که تشکیل حزب از نظر عملی در شرایط کنونی به طور مشخص برای ما مطرح نیست بنابراین این برای پلخانوف هم موقع موقعی که گروه آزادی کار را تشکیل داد مسئله تشکیل حزب از نظر عملی به طور مشخص مطرح نبود یک بار دیگر جمله رفیق را مرور کنیم. اما این مسئله اینک به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نیست ما نمیدانیم چرا ولی روشن است که گفته رفیق به شکلی بسیار سطحی استنباط شده مسئله را کمی بیشتر بشکافیم همکنون برای ما ضرورت تشکیل حزب به طور کلی مشخص است و هیچ شکی هم در آن نیست زیرا ضرورت تشکیل حزب را قانون عام تاریخ تعیین می کند و این هم کاری با شرایط ویژه این یا آن جامعه ندارد به عبارت دیگر استخانبندی شرایط در همه جای کیست؟ در همه جا طبقات وجود دارد مبارزه طبقاتی است و انقلاب نوین یعنی پیروزی طبقه کارگر بر سرمایداری و یا پیروزی چند طبقه انقلابی به رهبری طبقه کارگر بر طبقات ارتجایی است پس همین شرایط کلی در همه جا ضرورت حزب را به طور کلی مشخص می سازد و شرایط ویژه نمی تواند این ضرورت را نفی کند اما مسئله تشکیل حزب از نظر عملی چی؟ این مسئله در یک زمان معین ممکن است به طور مشخص مطرح باشد و ممکن است به طور مشخص مطرح نباشد همکنون در جامعه ما مسئله تشکیل حزب از نظر عملی به طور مشخص مطرح نیست چرا؟ برای اینکه باید گروه ها و سازمان های مارسیس لینیست به وجود بیایند سپس این سازمان ها توده شوند یعنی ارتباط ارگانیک با توده ها پیدا کنند و سپس با یکدیگر متحد شوند و یا یکی دیگران را جذب کند و حزب طبقه کارگر را تشکیل دهند اما آیا اکنون گروه ها و سازمان های مارکسیست فعلا کاری با واقعی یا غیر واقعی بودنشان نداریم با توده ها ارتباط ارگانیک پیدا کردن؟ آیا می توانند با هم متحد شوند؟ روشن است که نه چرا نمی توانند با یکدیگر متحد شوند؟ برای اینکه با توده ها ارتباط ارگانیک ندارند و در نتیجه دانش تصورات و برنامهشان ذهنی است در نتیجه هر کس برای خودش حرفی میزند که با تصورات بقیه بیگانه است حاصل این کار این می شود که این گروه ها و سازمان ها به جای اینکه به وحدت نزدیک تر شوند روز به روز تفرقه و انشاب در بینشان بیشتر می شود و چون از عمل جدا هستند هرگز به نکات مشترک نخواهند رسید پس خیلی ساده است که اینها نمی توانند به وحدت برسند یعنی چنین چیزی ممکن نیست به عبارت دیگر مسئله تشکیل حزب طبقه کارگر در شرایط کنونی به طور مشخص نه برای ما بلکه برای هیچ کسی مطرح نیست مسئله که اکنون برای گروه ها و سازمان های انقلابی به طور کلی و سازمان های مارکسیس لینیست به طور اخص مشخصا مطرح است ایجاد ارتباط ارگانیک با توده هاست مسئله تشکیل حزب زمانی مطرح خواهد شد که گروه ها و سازمان های انقلابی با توده ها ارتباط ارگانیک پیدا کرده باشند اما سازمان ها و گروه ها چه وقت و چگونه با توده ها ارتباط ارگانیک پیدا خواهند کرد به نظر ما ایجاد ارتباط ارگانیک با توده ها فقط در شرایط مبارزه مسلحانه امکان پذیر است و این را ما قبلا تشریح کرده ایم پس سازمان ها و گروه هایی که مبارزه مسلحانه را نپذیرند از بین خواهند رفت و گروه ها و سازمان هایی که به مبارزه مسلحانه دست بزنند گروه ها و سازمان های سیاسی نظامی پس از مرحله از رشد و تودهی شدن هرچند سازمان بر اساس خط ایدولوژی خود با یکدیگر متحد خواهند شد و یا یکدیگر را جذب خواهند کرد به انقلابی و از جمله حزب طبقه کارگر را به وجود خواهند آورد پس همکنون چه مسئله ای برای ما از نظر عملی به طور مشخص مطرح است گسترش مبارزه مسلحانه تثبیت آن و گام برداشتن در جهت توده شدن آن اما آیا همکنون هیچ گونه تلاشی در جهت اتحاد گروه ها و سازمان های مارسیس نیست واقعی که به مبارزه مسلحانه دست میزنند لازم نیست چرا منتها این کار فقط تا حدودی مقدور است و نمیتواند در شرایط کنونی به ایجاد حزب کمونیست بیانجامد همکنون ما سعی میکنیم تجربیات خود را در اختیار گروهها و سازمانهای مختلف بگذاریم و از آنها حمایت کنیم از آغاز مبارزه مسلحانه تا کنون چندین گروه به سازمان چریکهای های فدایی خلق پیوستند و باز هم خواهند پیوست بسیاری از این گروه ها به سختی می توانند ما را پیدا کنند البته این یکی از مشکلات اساسی کار است اما مشکل دیگری هم مطرح است و آن اینکه هنوز سازمان های مارسیس نیست مخالف مبارزه مسلحانه کاملا شکست نخوردن اگرچه اینان در خارج کشورند ولی شکست دادن کامل اینان قدم مهمی است که باید در جهت تشکیل حزب طبقه کارگر برداشته شود شش در مورد تسلط امپریالیزم و مرگ فئودالیسم به گفته های رفیق احمدزاده ایراد می که چرا گفته است امپریالیزم فودالیزم را اساساً دفن کرده و خود بر جامعه مسلط شده است و ادعا می که چنین چیزی ممکن نیست زیرا امپریالیزم متحد فودالیزم است و ایران همچنان کشوری نیمه مستعمره نیمه فودال است درست مانند چین در زمان انقلاب بعد هم نظر رفیق را در مورد نفوذ مرحله امپریالیزم و همراه با آن تضعیف مرحله فودالیزم در طی انقلاب مشروطه و های رضاخان و به اصطلاح انقلاب سفید نادرست می‌دانند و میگویند که رفیق این جریان را که اولی در جهت رشد سرمایهداری ملی و بر علیه فودالیزم بوده با دوتای بعدی که در جهت تنظیم و تلفیق فودالیزم با بورژوازی کمپراتور است در یک ردیف گذاشته و بعدش هم به اصطلاح قصه میخورن که چرا سطح تئوریک جنبش اینقدر پایین است که اساسا چنین حرفهایی زده شود به هر حال اینان یا عاشق نادانی خود شدن یا دوگماتیزم چنان ذهنشان را سنگی کرده که ذره قادر به اندیشیدن و تعمق در یک حرف تازه شنیده نیستند و این ناشی از جدا بودن از واقعیت مادی جامعه و در واقع بلای سوبژکتیویزم است و یا اینکه این همه توجیه بیعملی است ما فعلا به این مسائل نمیپردازیم فقط بر این نکته تاکید میکنیم که به هر دلیل گفته های رفیق را نفهمیدن بنابراین باز هم از الفبای اقتصاد در جامعه شناسی مارکسیس لنینیستی شروع میکنیم ای به کار اینان این است که اولا وحدت بین امپریالیزم و فودالیزم را وحدتی مطلق و بدون تضاد فرض کردن یعنی دوچار انحراف متافیزیکی شدن و از طرف دیگر اهداف جنبش اجتماعی مشروطه را با نتیجه انقلاب مشروطه یکی گرفتند. به شرح بیشتر قضیه بپردازیم امپریالیزم وقتی وارد کشوری می شود از طرفی با فودالیزم و احیانا بقایای بردهداری از نظر سیاسی متحد می گردد و از طرف دیگر آهسته آهسته برجوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه را به خود جذب می کند یعنی به برجوازی کمپرادور تبدیل می نماید در آغاز بورژوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه تجزیه می شود یک قشران به امپریالیزم وابسته می گردد برژوازی کمپرادور و قشر دیگران در مقابل آن می استد که به آن بورژوازی ملی می گوییم ملی البته انقلابی است ولی با ادامه نفوس و تسلط امپریالیسم. و توسعه منافع او در داخل جامعه به تدریج به آن جذب می شود تا اینکه می توان گفت در کشورهای مانند ایران امروز تقریبا دیگر برجوازی ملی وجود ندارد پس ذکر مجدد این نکته لازم است که فودالیزم و احیانا بقایای بردهداری متحدان سیاسی امپریالیزم هستند در حالی که بورژوازی کمپرادور نماینده اقتصادی امپریالیزم است امپریالیزم با فودالیزم راجب به بقایای بردهداری دیگر حرف نمیزنیم چون در این مورد کشور ما صدق نمی کند در عین وحدت دارای تضاد است و امپریالیزم که دارای قدرت رشد یابنده است روز به روز فودالیزم را از موازه اقتصادی و سیاسی خود وادار به عقب نشینی می کند و خود جای آن را می گیرد تا اینکه سرانجام فودالیزم را کاملا از بین میبرد و خود کاملا بر اقتصاد و سیاست جامعه مسلط می شود این پروسه خیلی به تدریج و آهسته انجام می گیرد زیرا امپریالیزم برای مقابله با خلق به وحدت با فودالیزم نیاز دارد چنانکه که رفیق احمدزاده میگوید وحدت امپریالیزم با فودالیزم تاکتیکی است اما پایگاه طبقاتی رژیم دست نشانده دولت در آغاز نماینده اتحاد طبقات فودالیزم و برجوازی کمپرادور است بعدها هم که نفوذ اقتصادی امپریالیزم در جامعه زیادتر می شود سهم برجوازی کمپرادور هم در حکومت بیشتر می گردن و فودالیزم مجبور به عقب نشینی می شود تا اینکه امپریالیزم هم آن را از قدرت میاندازد و هم از نظر اقتصادی نابود می کند لازم به یادآوری است که نابودی فودالیزم به معنای سربریدن فودال ها نیست بلکه مسئله این است که تضاد بین بورژوازی وابسته و فودالیزم به درون خود زندگی اقتصادی فودال ها منتقل می شود و در آنجا حل می گردد یعنی فودال های سابق به بورژا کمپرادور شخصی یا بروکراتیک تبدیل می شود به عبارت دیگر فودالیز در دوره خود زندگی اقتصادی فودال ها را از بین می رود. در مورد انقلاب مشروط هم باید بگوییم که اگرچه هدف این انقلاب مبارزه با امپریالیزم و فودالیزم بود ولی شکست خورد و نتیجه های دیگری به بار آورد در نتیجه شکست انقلاب مشروطه فودالیزم و امپریالیزم بر جای ماندن منتها این بار با ترکیب دیگر و با وضعیت دیگر فودالیزم از نظر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تضعیف شد و امپریالیزم متکامل انگلیس جای پای بیشتری در جامعه باز کرد برجوازی کمپرادور به مقدار زیاد و برجوازی ملی به مقدار کمی تقویت شد و درها به روی امپریالیزم اروپا و آمریکا بیشتر باز شد اما کودت های این کودتا ها هم سبب تضعیف اقتصادی اجتماعی و سیاسی فودالیزم و تقویت بوجوازی کمپرادور گردید انقلاب سفید نیز فودالیزم را اساسا برانداخت و بوجوازی کمپرادور را هرچه بیشتر بر جامعه مسلط نمود پس میبینیم که بین نتایج سه واقعه مختلف تاریخی یاد شده یک وجه مشترک وجود دارد و آن تضعیف فودالیزم و تقویت بوجوازی کمپرادور است پس گفته رفیق احمدزاده درست است و اینان معنای آن را نفهمیدن منتها به محض آنکه حس کردند که از آن سر در نمیآورند به جای اینکه تعمق بیشتری کنند و علت را در خود جستجو نمایند اصر را بر دانایی و برتری تئوریک خود گذاشتند و بعد با مطالعه و بازی با کلمات چنین وانمود کردن که گویا این حرفها ناشی از این است که سطح تئوریک جنبش پایین است هفت در مورد مرحله انقلاب طبیعی است که کسانی که هنوز ایران را کشوری نیمه مستعمره نیمه فودال مینامند و معتقدند که اصلاحات ارزی درست مانند کودتای رضاخان در جهت رشد باز هم بیشتر جامعه فودالی کهن به یک جامعه نیمه مستعمره نیمه فودالی عمل کرده گفته های رفیق احمدزاده را در مورد تحلیل شرایط اقتصادی اجتماعی ایران و بررسی مرحلی انقلاب درک نکنند و به جای تعمق در مسئله و در مفهوم گفته های رفیق که مطالب تازه و طرح نشده است و آموختنی بسیار لاعقل برای آنان که هنوز خیال جنگ با فودالیزم را دارند میتواند داشته باشد به تحریف و مغلط کاری دست بزنند و سرانجام بزرگ منشانه بگویند این دیگر بی توجهی به الفبای جامعه شناسی و ماتریالیزم تاریخی است و راستش نمیدانیم دربارش چه بگوییم رفیق به مسئله مرحله انقلاب ایران به طور مختصر و مفید اشاره کرده ولی اینان با حسن نیت در آن تعمق نکردند بلکه با تصورات پیش ساخته دوگماتیستی و با خیال اینکه خیلی میدانند موضوع را سرسری از نظر گذراندند در نتیجه ما ناچاریم برای حالی کردن مطالب به آنان علی رغم ادعاهایشان باز هم مطلب را از الفبای جامعه شناسی مارسیس لینیستی آغاز کنیم انقلاب های قرون جدید اصولا فقط به سه صورت میتواند باشد انقلاب بورژوا دموکراتیک انقلاب دموکراتیک نوین بورژوا دموکراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی انقلاب بورژوا دموکراتیک انقلابی است که در آن بورژوازی طبقه کارگر و طبقه رعیت دهقانان در روابط تولید فودالی شرکت دارند و رهبریان آن با بورژوازی است در این انقلاب طبقه کارگر و طبقه رعیت به عنوان نیروی ذخیره بورژوازی شرکت میکنند و پس از پیروزی آن دیکتاتوری بورژوازی برقرار میشود انقلاب بورژوا دموکراتیک یا فقط بر علیه فودالیزم است مانند انقلاب کبیر فرانسه و یا هم بر علیه فودالیزم و هم بر علیه امپریالیزم است مانند انقلاب الجزایر که در این صورت رهبری انقلاب با یک قسمت از برجوازی بزرگ و متوسط یعنی برجوازی ملی است و قسمت دیگر برجوازی بزرگ و متوسط یعنی برجوازی وابسته ضد انقلابی است نوع دوم انقلاب دموکراتیک نوین است در این انقلاب نیست برجوازی ملی خورد برجوازی دهقانان که ممکن است رعیت باشند یا خورد برجوا ولی اگر هم رعیت باشند پس از رفرم ارزی به خورد برجوا نیم پرولتاریا و پرولتاریا تجزیه می شوند و طبقه کارگر شرکت دارند ولی رهبری انقلاب با طبقه کارگر است این تفاوت اساسی انقلاب بورژوا دموکراتیک کهن و انقلاب دموکراتیک نوین است. در انقلاب دموکراتیک نوین پس از تصرف حکومت دیکتاتوری خلق یعنی دیکتاتوری طبقات انقلابی با رهبری حزب طبقه کارگر تشکیل می شود. نوع سوم انقلاب سوسیالیستی است که در آن فقط طبقه کارگر و اخشار پایین زحمتکشان خرد بوجوا نیم پرولتاریا عنوان ارتش ذخیره طبقه کارگر شرکت دارد طبقه کارگر رهبری انقلاب را در دست دارد و پس از تصرف حکومت دیکتاتوری پرولتاریا برقرار می شود در حالی که چنان که گفتیم در انقلاب دموکراتیک نوین پس از تصرف حکومت دیکتاتوری خلق سه طبقه با رهبری پرولتاریا برقرار می گردد. لازم به یادآوری است که انقلاب دموکراتیک نوین می تواند به طور مسالمت آمیز به انقلاب سوسیالیستی گذر کند. بدین ترتیب که طبقه کارگر که موزه مسلط را در حکومت دموکراتیک نوین دارد با کمک نیمه پرولتاریای شهر و روستا از طریق مبارزات اقتصادی و فرهنگی و نیز اعمال قدرت دولتی برجوازی و خورد برجوازی را از بین میبرد به هر حال وجه مشخصی انقلاب دموکراتیک نوین شرکت سه طبقه انقلابی یعنی طبقه کارگر برجوازی ملی و خورد برجوازی از جمله دهقانان در آن با رهبری طبقه کارگر و سپس برقراری دیکتاتوری خلق همان سه طبقه باز هم با رهبری طبقه کارگر است در کشورهای مستعمره و نیم مستعمره نیم فودال انقلاب دموکراتیک نوین بر علیه امپریالیسم و فودالیسم و احیانا بقایای بردهداری است ولی در کشورهای سرمایداری وابسته مانند ایران امروز که فودالیزم دیگر در آن وجود ندارد انقلاب دموکراتیک نوین فقط بر علیه امپریالیسم و نماینده داخلیش بورژوازی کمپرادور است در چنین کشورهایی معمولا بورژوازی ملی خیلی ضعیف است و هرچه روابط سرمایداری بست بیشتری مییابد همپایان آن بورژوازی ملی نیز رو به سوی نابودی می رود. یعنی تمام بورژوازی بزرگ و متوسط جامعه به تدریج به امپریالیزم وابسته می گردد و یا به عبارت دیگر به برژوازی کمبرادور تبدیل می شود. از سوی دیگر این بست و تکامل سرمایه داری در این کشورها که سبب فربهتر شدن هرچه بیشتر برجوازی کمپرادور و تسلط روزافزون او بر اقتصاد این کشورها می شود خورد برجوازی را روز به روز در فشار بیشتری قرار می دهد و هر روز اخشار بیشتری از آن را پرولتریزه می کند و زمینه مادی انقلاب سوسیالیستی بیشتر فراهم می گردد ولی تا زمانی که برجوازی ملی کم و بیش وجود دارد و نیز امکان شرکت برجوازی ملی و خورد برجوازی مرفع در انقلاب وجود دارد انقلاب همچنان از نوع انقلاب دموکراتیک نوین است آنان که برداشتی دوگماتیستی از تجربه انقلاب چین دارند تصور می کنن که انقلاب دموکراتیک نوین حتما باید بر علیه اتحاد مشترک امپریالیزم و فودالیزم باشد و کار اساسی آن برای دهقانان نخست تقلیل بهره مالکانه و سپس تقسیم زمین های فودال ها بین دهقانان است آنان وجود فودالیزم را شرط لازم انقلاب دموکراتیک نوین میدانند باید بگوییم که لزوما چنین نیست و انقلاب دموکراتیک نوین در کشورهای سرمایهداری وابسته هم که فودالیزم در آنها دیگر وجود ندارد میتواند رخ بدهد در این کشورها انقلاب دموکراتیک نوین صرفا بر علیه امپریالیزم است زیرا بچه مشخصی انقلاب دموکراتیک نوین چنان که گفتیم شرکت سه طبقه طبقه کارگر خرد برجوازی و برجوازی ملی در انقلاب و برقراری دیکتاتوری سه طبقه با رهبری طبقه کارگر است نه مبارزه با فودالیسم تقلیل بهره مالکانه و تقسیم زمین بین دهقانان هم در واقع شکلی از تأمین منافع خورد برژوازی دهقانی است تأمین منافع خورد برژوازی دهقانی می تواند به صورت دیگری هم باشد مانند مبارزه برای نپرداختن اقساط و بدهی های دولتی به وسیله دهقانان قطع استثمار برژوازی کمپرادور و برژوازی بروکراتیک از دهقانان و سرانجام در مواردی مصادره زمین و وسایل تولید کشاورزی سرمایداران خائن و برژا کمپرادورهای روستا به نفع دهقانان در موارد کلی این مصادره مستقیما به نفع تمام خلق انجام میگیرد به هر حال این مسئله ای است که در جای دیگر باید به طور مشخص به آن پرداخت. فعلا فقط این را می بگوییم که خصلت یک انقلاب را ترکیب طبقات شرکت کننده در آن و سپس ترکیب طبقات حکومت حاصل از آن تعیین میکند چنانکه لنین در مورد انقلاب بورژوا دموکراتیک روسیه میگوید یکی از نمودارهای جنبه بورژوازی انقلاب دموکراتیک آن است که یک سلسله از طبقات گروهها و قشرهای اجتماعی که کاملا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کالایی هستند و توانایی خروج از این چهار دیوار را ندارند به حکم شرایط محیط به بیهودگی حکومت مطلقه و به طور کلی تمام رژیم سرواژ معترف شده و به شعار آزادی میپیوندند چنان که می بینیم لنین و چه مشخصی انقلاب بورژوا دموکراتیک را شرکت یک سلسله از طبقات، گروهها و قشرهای اجتماعی که کاملا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کالایی هستند و توانایی خروج از آن را ندارند در انقلاب دانسته است و بعد وجود حکومت مطلقه و به طور کلی تمام رژیم سرواژ را علت شرکت طبقات یاد شده در انقلاب دانسته به عبارت دیگر وجود رژیم سرواش یا روابط تولید فودالی علت شرکت گروهها و طبقات یاد شده در انقلاب و در نتیجه علت انقلاب برجوا دموکراتیک می تواند باشد ولی وچه مشخصی انقلاب برجوا دموکراتیک نیست در شرایط کشور ما که روابط تولید فودالی وجود ندارد ستم امپریالیستی می تواند سبب شرکت یک سلسله از طبقات گروه ها و قیش های اجتماعی که کاملا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کالایی هستند و توانایی خروج از آن را ندارند در انقلاب بشود این بدان جهت است که امپریالیزم و فودالیزم هر دو در مقابل اخشار و طبقات یاد شده اگرچه با وسایل متفاوت ولی عمل مساوی انجام میدهند و آن اعمال فشار اقتصادی و مانع شدن در راه رشد و توسعه منافع اخشار و طبقات یاد شده است پس تعجبی ندارد اگر این هر دو امپریالیزم و فودالیزم هر یک به تنهایی یا مشترکن بتوانند سبب انقلاب بورژوا دموکراتیک شوند زیرا که انقلاب بورژوا دموکراتیک برای از میان برداشتن این اعمال فشار اقتصادی و موانع رشد و توسعه منافع است انقلاب برجوا دموکراتیک بسته به وجود فودالیزم و امپریالیزم هم میتواند جنبه ضد فودالی و هم جنبه ملی و هم هر دو جنبه را داشته باشد ولی در صورت وجود امپریالیزم جنبه ملی آن اساسی و تعیین کننده است و جنبه ضد فودالی آن اگر وجود داشته باشد فرعی و وابسته به جنبه ملی است مبتنی بر حرف یاد شده لنین ما در مورد انقلاب دموکراتیک نوین که شکل ویژی از انقلاب بورژوا دموکراتیک است انقلاب بورژوا دموکراتیکی است که رهبریان با طبقه کارگر است می توانیم بگوییم یکی از نمودارهای جنبه بورژوازی انقلاب دموکراتیک نوین آن است که یک سلسله از طبقات گروهها و قیش های اجتماعی که کاملا طرفدار مالکیت خصوصی و, اقتصاد کالایی هستند و توانایی هستن خروج از این چهار دیوار را ندارند به حکم شرایط محیط و برای مبارزه با سلطه امپریالیزم و یا برای مبارزه با سلطه مشترک امپریالیزم و فودالیزم به شعار آزادی ملی که در تحت رهبری طبقه کارگر عنوان می شود می پیوندن. باری اکنون ببینیم انقلاب کشور ما چگونه انقلابی است متاسفانه در این مرحله از جنبش تعیین دقیق مرحله انقلاب ایران امکان پذیر نیست زیرا در ایران کنونی پروسه رشد برجوازی کمپرادور جاری شدن سیل سرمایه های خارجی را به کشور و در مقابل نابودی تدریجی و در این حال سریع برجوازی ملی فقیرتر شدن روزافسون خورد برجوازی و رشد طبقه کارگر و نیم پرولتاریا به شدت در جریان است. هر روز که میگذرد زمینه مادی انقلاب سوسیالیستی در کشور ما بیشتر فراهم می گردد. و چون دورنمای رشد مبارزات انقلابی خلق و تصرف قدرت دقیقا روشن نیست بدین جهت نمی توان مرحله انقلاب ایران را به دقت و قاطعیت روشن ساخت ولی اگر بر اساس شرایط اقتصادی اجتماعی موجود ایران قضاوت کنیم می توانیم بگوییم که انقلاب ما هنوز انقلاب دموکراتیک نوین است زیرا هنوز هم امکان شرکت خورد برجازی و برژوازی ملی در انقلاب وجود دارد به شرح بیشتر این مطلب بپردازیم طبقات اجتماعی جامعه ما یکی طبقه کارگر است که بیشتر از یک چهارم جمعیت کشور ما را تشکیل می دهد زیرا در حدود دو میلیون نفر کارگر داریم که با افراد خانواده های خود بیش از 8 میلیون نفر می شوند. یکی دیگر نیمه پرولتاریا و اخشار فقیر خورد برجوازی است اینان که اکثریت جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند ارتش ذخیره پرولتاریا در انقلاب ایران هستند. اینان تا آخر انقلابی هستند و دوش به دوش پرولتاریا انقلاب سوسیالیستی را نیز به سمر خواهند رساند. بخش عمده نیمه پلتاریای ایران در روستا سکونت دارد از چهار میلیون خانوار روستایی ایران بیش از دو میلیون خانوار خوشنشین یعنی روستاییان بیزمینی هستند که البته ممکن است هر کدام یک یا چند بز داشته باشند و یا زنشان در خانه گلیمی هم ببافد ولی منبع اصلی درآمدشان از فروش نیروی کار است در اینجا برای جلوگیری از سوء تفاهم لازم به یادآوری است که اینان با دهقانان بیزمین چین قبل از انقلاب و یا تا دین های ویتنام به کلی متفاوتند در چین قبل از انقلاب 75 درصد و در ویتنام قبل از انقلاب در حدود 70 تا 80 درصد دهقانان بیزمین بودند ولی اینان رعیت بودن یعنی زمین ارباب بر اساس نسق در دستشان بود و در عوض بهره مالکانه می پرداختن. روابط تولید فودالی ولی روستاییان بی زمین ایران اصلا دهقان نیستند. آنان یک نیمه پرولتاریای آواره هن که در بدر در برای فروش کار خود به این طرف و آن طرف میدوند و اغلب کاری هم که پیدا میکنند کار کشاورزی نیست در حدود یک میلیون خانوار دیگر از روسایان ایران دهقانان خیلی کم زمین هستند اینان نیز جزو نیمه پرولتاریای روستاهای ایران میباشند زیرا آنها نیز مجبورند عمدتا با فروش نیروی کار گذرا کنند این سه میلیون خانوار که با افراد خانواده های خود 15 میلیون از جمعیت کشور ما را تشکیل میدهند میانگین تعداد افراد خانوارهای روستایی پنج نفر فرض شده همه نیروی پرولتاریای روستاهای ایران نیست باید فرزندان بیکار دهقانان میانه حال و مرفه را هم به آنان اضافه کرد بسیاری از این جوانان از خانواده های خود بریدن و در جستجوی کار آواره شهر و دیارند نیمه پرولتاریای شهر را نیز باید بر این افزود که متاسفانه تخمین آن فعلا برای ما مقدور نیست با این حال اگر نیمه پرولتاریای های شهرهای ایران را هم به طور کلی به حساب نیاوریم باز بیش از دو سوم جمعیت کشور ما را پرولتاریا و نیم پرولتاریا تشکیل می دهد. اینان نیروهای عظیم انقلاب سوسیالیستی ایران هستند که نخست در حکم لشکر پیشقدم انقلاب دموکراتیک نوین ایران را به سمر خواهند رساند. علاوه بر نیروی عظیم پرولتاریا و نیم پرولتاریا خورد برجوازی شهر و روستای ایران نیز نیروی قابل توجهی است که تحت فشار امپریالیزم قرار دارد و هر روز اخشار بیشتری از آن پرولتریزه می گردند. اینان جزو نیروهای انقلاب دموکراتیک نوین ایران آخرین قسمت نیروی انقلاب دموکراتیک نوین ایران بورژوازی ملی است که خیلی ضعیف است و رو به سوی نابودی کار افراد این طبقه معمولا یا به ورشکستگی می کشد و یا وابستگی به امپریالیسم و پیوستن به برجوازی کمپرادور بخش بزرگی از برجوازی ملی ایران در روستاها قرار دارد کولاک و مالکان کوچک بورژوا شده تعداد اینان با دهقانان و به ویژه تضاد شدیدشان با نیمه پرولتاریای روستا مسئله قابل توجه است که اسلوب حل آن ارتباط با مسئله مرحله انقلاب ایران دارد باری این وضع کنونی جامعه ایران است ولی چنان که گفتیم هر لحظه سیل سرماهی های امپریالیستی بیشتر به کشور ما سرازیر می گردد و بورژوازی کمپرادور رشد و گسترش بیشتری پیدا می کند و در نتیجه زمینه مادی انقلاب سوسیالیستی در کشور ما فراهمتر می گردد و به قول رفیق احمدزاده عناصر سوسیالیستی انقلاب اهمیت بیشتری پیدا کرده مبارزه با سلطه سرمایه جهانی بیشتر به مبارزه با خود سرمایه مبدل می شود با این حال هنوز هم به علت امکان شرکت برجوازی ملی و خورد برجوازی در انقلاب انقلاب ایران از نوع انقلاب دموکراتیک نوین است که منجر به دیکتاتوری سه طبقه با رهبری طبقه کارگر خواهد شد منتها چنان که باز هم تذکر دادیم باید بیاد داشت که انقلاب دموکراتیک نوین ما نوع جدیدی از انقلاب دموکراتیک نوین است که با انقلاب دموکراتیک نوین چین دارای دو تفاوت عمده است یکی اینکه در انقلاب دموکراتیک نوین چین طبقات انقلابی با فودالیزم و امپریالیزم روبرو بودند در حالی که در انقلاب دموکراتیک نوین نوع جدید ما دیگر با فودالیزم روبرو نیستیم و فقط با امپریالیزم و نماینده داخلیش برجوازی کمپرادو روبرو هستیم یعنی انقلاب دموکراتیک نوین ما جنبه ضد فودالی ندارد یکی دیگر اینکه در طبقات انقلابی چین که دیکتاتوری خلق را تشکیل دادن بورژوازی ملی نیرومند و انقلابی چین شرکت داشت در حالی که در کشور ما بورژوازی ملی خیلی ضعیف است و در نتیجه انقلاب دموکراتیک نوین ما به انقلاب سوسیالیستی نزدیکتر است و دیکتاتوری خلق در انقلاب دموکراتیک نوین ما زودتر میتواند به دیکتاتوری پرولداریا تبدیل شود اما مخالفان نظریات رفیق در مورد مرحله انقلاب در این باره چه میگویند آنها چون در خارج نشستند و از جامعه بیخبرند میخواهند صرفا با خواندن کتاب درباره دموکراسی نوین رفیق ماو همه مسائل انقلاب ایران را حل کنند البته خواندن کتاب دموکراسی نوین رفیق ماو برای هر فرد انقلابی لازم است و برای حل مسئله مرحله انقلاب ایران حتما باید آن را خواند ولی خواندن این کتاب به تنهایی مسئله ما را حل نمی کند ما باید برای حل مسئله مرحله انقلاب خود به مطالعه جامعه زنده و رشد یابنده خود نیز بپردازیم تا روزی که ضرورت انقلاب وجود دارد قوانین انقلاب هم تکامل پیدا می کند منتها این قوانین جدیدی که کشف می شوند بیشتر قوانین خاص انقلاب هستند و یا فقط برای دستی از کشورها و در موارد مسائل مشخص شکل عام دارند قوانین عام و جهان شمول انقلاب دیگر اکنون همه کشف شده است و دیگر قوانین جهان شمول دیگری برای انقلاب کشف نخواهد شد به این دلیل است که اصول جهان شمول مارسیس لینیز اصول مطلق و خدش ناپذیر انقلاب است که برای هر کشوری البته تکامل خواهد یافت ولی هرگز اصول آن نف نخواهد شد ادامه این کتاب رو در برنامه بعدی می شنبیم. عزیزان شبهای دلتان پرستاره و روزهای زندگیتان گرم و آفتابی تا درودی دیگر بدرود